شبی در خواب دیدم من خدا را، از آن بالا نگاه می کرد ما را. بگفتا این چنین دادار با من، که کردم خلق من هم مرد و هم زن. از این مخلوق که خدا آفریدم، شدم خسته زبست قرآن شنیدم. برای اون شادی ارواح مرده، همی خوانند قرآن بحر مرده. برای رفع اوقات فراغت، کتابم را نمایم بس قرائت. پشیمانم که آوردم چو قرآن، ندارم راحتی از دست اینان. همی خوانن دخان معنی ندانند، همی خوانن مجیل اصلا ندانند. به مثل توتی میخوانند آیه، چو توتیوار میخوانند سوره. صفات توتی تکرار کلام است، نداند معنیش تکرار نام است. تو انسانی، تو آگاهی، تو بیدار، تو بینایی، تو دانایی، تو هوشیار. برو قرآن بخوام تا درس گیری، از این آیه به آیه پند گیری. بیاموزی خطاکاری نباشد، ستمکاری دغلکاری نباشد. بخوانی تا که معنایش بدانی، کلامش را به روح و جان بخوانی. چه قرآنی زبان مادری نیست، تو میخوانی ولیکن حالیت نیست. اگر خواهی که قرآنی بخوانی، زبان مادری باید بخوانی. زبان مادری اهدای حق است، زبان مادری ارث خدا است. چرا ما را عرب زاده نکرده؟ چرا ما را در اینجا آفریده؟ شماها با خداوند جنگ دارید، همه از بر او نیرنگ دارید. برو در زندگی قرآن به پا دار، که راضی باشد از تو خلق و دادار. به پا داشتن قرآن به معنی خواندن قرآن نیه، به پا داشتن یعنی اعمال انجام دادن. تو عروسی خوندنی، عروسی بپا دنی، اعمال نی، کردار نی، گفتار نی، انسانیت. دوزینه کردن به معنی بپا داشتن قرآن. مرسی.